به نام خداوند جان و خرد، از این برتر اندیشه بر نگذرد. نباشد خرد جان نباشد رواست، خرد جان پاک است و ایزد گواست. خرد را و جان را که یارد ستود، اگر من ستایم که یارد شنود. انجمن پادشاهی ایران هوشنگ رادهو با درود به هموطنان گرامی. از آخرین برنامه لایوی که داشتم خدمت شما هموطنان گرامی، حدود تقریبا 2 ماه میگذره و علت این که نتونستم اون تو این مدت در خدمت شما هموطنان گرامی باشم، تغییراتی بود که در وضعیت تلویزیون انجمن پادشاهی ایران دادیم. اونو یه ذره کم کنید اگر میشه. و انجمن پادشاهی ایران لینکش روی مردم تیوی هست، سمت راست بالای صفحه. و تفاوتی که با گذشته داره اینه که ما کمتر مزاحم جناب سربی گرامی هستیم. البته این بدین معنی نیست که اصلا مزاحم نیستیم. به راستی این مرد در تمام این دورانی که ما برنامه مستقیم از تلویزیون انجمن پادشاهی ایران داشتیم، همیشه در واقع دست ما رو در این راه گذر گرفتن و من سپاس بیکران از سربی گرامی دارم و امیدوارم که در جایگاهی موفق به این بشیم که مهر ایشون رو جبران کنیم، که البته امکان این نخواهد بود، زیرا در جایگاهی که من نیازمند جناب سربی بودم، از کمک ایشون و مهر ایشون برخوردار شدم و در این جایگاه به راستی امکان این که ما بتونیم چیزی رو جبران کنیم نیست و هرگز هم نخواهد بود، زیرا این گذشته‌ای در واقع متبلور و با ارزش در مبارزات انجمن پادشاهی ایران و شخص من است و در آینده هم حتما ما از کمک سربی گرامی استفاده خواهیم کرد. 2 برنامه اخیری رو که هموطنان گرامی، من در 20 جون و 21 جون و 29 جون در خدمت شما هموطنان گرامی اجرا کردم، گام جدیدی رو در تاریخ ایران در مبارزات سیاسی این کشور باز کردم و برای اولین بار در تاریخ ایران یک سرباز در مقابل سرزمین دیاکو، در مقابل مردم وحشتر، در مقابل ملت کوروش، ملت داریوش، ملت نوشیروان استاد و مشکلات این تاریخ رو رو در روی
مسببین این مشکل اعلام کرد. تا به حال بسیار کسانی در واقع تاریخ رو نوشتند و مطالب و مشکلات رو بازگشایی کردن، ثبت کردن، تجزیه و تحلیل کردن و به گوشه‌ای از تاریخ سپردن و منشأ تغییری نشدند. هموطنان گرامی، ما در تاریخ ایران بزرگان زیادی داشتیم و مبارزه اینها منحصر شد به نوشتن و آگاه کردن و هر کس کتابی رو، مطلبی رو، مقوله‌ای رو باز کرد و کنارش نوشت برای بیداری اینجا را کلیک کنید. و در طی این حدود 1100 خورده سال که از فردوسی گرامی میگذره هیچ تغییری حاصل نشد و کسی هم اونجا رو کلیک نکرد. حتی اگر کلیکم کرد در پستوی خانه کلیک کرد و جرأت این که در ارتباط دیگران هم قرار بده یا خودش در ارتباط دیگران قرار بگیره نداشت و همونطور که من بارها و بارها گفتم تأثیر روشن فکرانه ای از این تاریخ گرفت و تأثیر روشن فکرانه ای هم به قول هوشنگ فقط بر خودش گذاشت و در تغییر روند تاریخ این سرزمین هیچ کاری نتونست انجام بده و به فراموشی سپرده شد. در بین این کسانی که در این 1100 سال گذشته قلم روی کاغذ گذاشتند، هموطنان گرامی، تنها کسی که شایسته این هست که من در حال حاضر بنشینم و از اون سخن بگم جز فردوسی هیچ کس دیگری نیست. حتی خیام، حافظ، هر که شما میخواهید نام ببرید، نظامی، عطار، هر که، تلف کردن وقت هست که آدم بنشینه و در باره اینا سخن بگه، زیرا نه اینکه این چنین کسان در واقع تغییری در روند این تاریخ و این مشکل ملت ایران ندادن، هموطنان گرامی، باعث به بیراه رفتن هم شدن، باعث توقف چرخ مبارزه هم شدن این کسان. برای اولین بار میشنوید مثلا شخصی میاد و در مقابل ملت ایران می نشینه و میگه سخن از حافظ مثلا به میون آوردن چندان کاری رو، مشکلی رو از ملت ایران حل نمی کنه و نه تنها حافظ باعث اطلاع این مبارزه نشد و این فرهنگ رو براستی نتونست تغییر درش بده، بلکه باعث این شد که این فیسبوک رو که باز میکنی هرکی یه فال حافظ اون گوشه گذاشته و میگه بیا فال بگیر، یا یکی دیگه بود تو این رادیوهای لس آنجلس
باور کنید اسمشو نمیدونم، خوجی، حوجی، نمیدونم، حوجی جون، خوجی جون. و برای ملت ایران فال حافظ میگرفت و وعده ناکجا آباد به هموطنان گرامی میده. تنها کسی که تونست تأثیر کمی به راستی، تأثیر کمی در روند این تاریخ، البته نه در روند ادبیات این سرزمین بذاره، جز فردوسی گرامی کسی نیست. زیرا با دانش ژرفی که فردوسی داره و با آگاهی کم نظیری که از فلسفه و ادبیات این سرزمین داره، هموطنان گرامی، و با دلاوری که داشت، دلاوری فردوسی کمتر از دلاوری یک سرباز در میدان جنگ نبود. راستی هنرمندی همچون فردوسی، خردمند والا مقامی چون فردوسی، نه تنها در تاریخ ایران بلکه در تاریخ جهان مشاهده نمی کنید هموطنان گرامی. و برای من گاهی دردآور هست که کسانی فردوسی گرامی رو تا درجاتی در واقع پایین میارن و نویسنده ای رو، شاعری رو، هر کس با فردوسی مقایسه میکنن، که این برای من به راستی بسیار دردآور هست و حسندم که کسی رو به روی من نیست و چنین ادعایی بکنه و چنین سخن ناروایی در مقابل هوشنگ بگه، و کسی هم جرأت این رو نداره که جلوی هوشنگ بیسته و اهانتی بخواد به فردوسی بکنه یا مقایسه فردوسی رو با هر کس، زیرا که کمتر کسی میفهمه که، یعنی راستی در تمام این 77 میلیون فکر نمی کنم از انگشتان دست من تجاوز کنه شخصی، کسی، تعدادی بتونن که بفهمن فردوسی چی میگه، چی هست. و بنیان مبارزه فردوسی چه بود؟ چه میخواست بگه؟ چه تأثیری میخواست بذاره؟ یکی از مشکلات اساسی مردم ایران در ارتباط زبان هست که من بارها و بارها این مسئله رو توضیح دادم، باز هم میگم. براستی سروده های فردوسی رو کسی نمیفهمه. برای مردم ایران، ملت ایران، حتی برای کسانی که ادعای ادبیات میکنن و قلم روان دارن، کتاب می نویسن، از این رهگذر نان می خورن، مجله می نویسن، بیدار می کنن، به خواب می برن، راستی مشکل هست فهمیدن سخن فردوسی. زیرا که زبانی که ما در شاهنامه فردوسی داریم، این زبان موجود نیست. حالا همه ممکنه بگن هوشنگ چه میگی بابا، زبان پارسی بخون. به نام خداوند جان و خرد، از این برتر
اندیشه بر نگذرد، اندیشه رو یعنی فکر، خرد، وزدم، حالا عربا میگن عقل، حالا اوکی یه ذرهش باشه، یه ذرهش عقل، ولی براستی یه ذرهش وزدم یک ذره است، خرد است. و بارها توضیح دادم هموطنان گرامی، هیچ زبانی رو، هیچ واژه‌ای رو نمیشه ترجمه کرد، چون یک واژه در یک فرهنگ ساخته میشه و چنانچه بخواهیم در فرهنگ دیگری این واژه رو ترجمه کنیم با مشکلات روبرو میشیم، بخشی از اون رو میتونیم ارائه کنیم. البته ممکنه که در فرهنگ دیگری که ما مطلبمون رو ترجمه میکنیم فرهنگ جدید غنی‌تر باشه و اونها در واقع مقولهشون وسیع‌تر باشه، ولی سخن بر سر این هست که ما زمانی که میخواییم یک زبان رو، یک واژه رو ترجمه کنیم با مشکل روبرو هستیم. حتی اشیاء در واقع واقعی رو اگر بخوایم نامش رو ترجمه کنیم، تصور دیگری رو در مردم، مردمی با فرهنگ دیگه ایجاد خواهد کرد. مشکل ما بی زبانی هست و تصور ما این هست که ما زبان فارسی سخن میگیم. همه هم مدعی، قلمو که میذارن روی کاغذ دیگه به قول معروف در آسمون هفتم سر میکنن و هر چه مهمل که میتونن پشت سر هم ردیف میکنن، بیشتر به فکر قافیه هستن تا محتوا. یکی از دلایل این که هوشنگ همیشه گفته که من حاضر نیستم که شاعر باشم هموطنان گرامی، زیرا که حاضر نیستم که دست خودم رو با شعر ببندم. نمیخوام که اندیشم رو با شعر محدود کنم. اینکه حاضر نیستم حتی بنویسم دلیلش این هست که براستی نمیخوام اندیشم رو حتی با زبان فارسی و هر زبان دیگری براستی نمیخوام محدود کنم. نمیدونم که تا چه حد میتونم هموطنان گرامی آنچه که در درون من میگذره برای شما هموطنان باز کنم. همیشه تبدیل انرژی با یک راندومان، در بهترین صورت با یک راندومان 40% میتونه در واقع تغییر بکنه، از صورتی به صورت دیگه، مثلا گرما به نور، نور به گرما، گرما به چرخش، حرکت، حرکت به چرخش. همیشه راندمان در بهترین موتورهایی که ما اون زمان که توی کار فنی بودیم، بهترین موتورها 40% راندمان بیشتر نداشت. الان زیاد من سر این مسائل آپدیت نیستم، زیرا که مقاله های دیگری رو دنبال کردم. نمیخوام اندیشم رو حتی با نوشتن محدود کنم.
زیرا که میتونم بهره دیگری رو از اندیشان بگیرم. دیگه از بین نرفته و تداوم داشته در تاریخ جهان غرب. ممکنه این حرف من بعضی از کسانی رو که عرق ملی ندارن، براستی هویت ملی ندارن، یه ذره قلقلک بده و من خرسند خواهم شد که هر کس که اونقدر لیاقت این که ایرانی باشه و به هویتش، به تاریخش، به فرهنگش به بال نداره، هموطنان گرامی، من هوشنگ قلقلکش بدم. فردوسی از فرهنگ بالای ملت ایران میگه و از دانش بالای ملت ایران سخن میگه. یک مطلب رو بگم قبل از اینکه ادامه بدم، که فردوسی مبارزه فرهنگی نمیکنه. این مبارزه فرهنگی واژه‌ای هست که روشنفکران ایرانی ساختن. روشنفکر هم توضیح دادم، کسانی که توی گوشه میشینن، در اتاق میبندن، کولرشون رو روشن میکنن، هوای خنک یا زمستون بخاری گرم، و در اندیشه فرو میرن و مینویسن. اگر شرایط مساعدی براشون پیش بیاد و ببینن که خطری متوجهشون نمیشه، این اندیشه رو با چند نفر دیگه هم در میون میذارم، یا اگر شرایط خیلی بهتر باشه کتاب مینویسم. اینا رو میگن روشن فکر. مثلا اگر بخوایم مثال بزنیم، جناب پروفسور انصاری یک روشن فکر هستن. دانششون رو، آگاهیشون رو از یک فرهنگ می نویسن. در هیچ میدان جنگی هم ایشون نیستن. یا مثلا مرحوم دکتر شجاع الدین شفا همینطور. اینا در میدان جنگ نبودن، نیستن، و در آرامش و آسایش خیال، در امنیت کامل، قلمشون رو روی کاغذ میذارن و روشنگری در واقع
فرهنگی میکنن و در ارتباط دانش سخن میگن. چقدر تأثیر در روند جامعه و تغییر جامعه میذارن شما به من بگید. این کسان یک 1400 سال از حمله تازی به این سرزمین میگذرد. 1200 سال از بیداد ترکای ماورای سیحون و جیحون به این سرزمین میگذره. بیداد و غارت. بالای 700 سال از کشتار چنگیز مغول در این سرزمین و غارتش میگذره. بالای 600 سال از کشتار تیمور لنگ میگذره. خیلی ها نوشتند، ولی هنوز این تاریخ به همین روند میگذره. هموطنان گرامی، تنها کسانی تونستند این روند رو تا اندازه‌ای متوقف کنند که دلاورانه در میدان جنگ، میدان نبرد ایستادند. تونستند که این حرکت رو کمی کند کنند. از اونجا که امکانات این کسان در تاریخ زیاد نبود، تأثیر زیادی هم نتونستن بذارن. درستی تأثیری که سربازی مانند رضا شاه بزرگ، سربازی مانند محمد رضا شاه در روند این تاریخ در ایران گذاشتند در طی این 1400 سال بی‌نظیر بود. بی‌نظیر. طرحی نو در انداختند، جانی دوباره به این سرزمین دادند، جانی که فردوسی نتونست بده. فردوسی هوشنگ. هوشنگ از چه سخن میگی؟ از فردوسی میگی؟ به راستی که فردوسی در تاریخ و ادبیات و فرهنگ این سرزمین سرش از کهکشان بیرون است، ولی سخن بر سر تغییر و مبارزه هست. هموطنان گرامی، بالای 1000 سال از فردوسی گذشت، هنوز ملت ایران یه مدرسه نداشت که بچه‌شو بفرسته مدرسه، یه دانشگاه نداشت. زیادی داری متبرع میشی روشنگ. اول گفتی مدرسه نداشت، حالا میگی دانشگاه نداشت. ملتی که دانشگاه جندی شاپور رو داشت. 1100 سال از سخن فردوسی که هنوز جهان نه متوجهش میشه نه به اون درجه رسیده، ملت ایران نتونست برای فرزندانش یک مدرسه ایجاد کنه تا رضا شاه بزرگ اومد. آقا الان میگن هی قاجارا، میگن هی آقا امیر کبیر، هی درسته. آیا برای ملت ایران امیر کبیر مدرسه درست کرد؟ من پاسخ این سوال رو قبلا دادم و کسانی که دنبال میکنید مبارزه رو، پاسخ رو میشناسید. فقط رضا شاه بزرگ تونست
و محمد رضا شاه ادامه داد. دو تا سرباز تأثیرشون از فردوسی در این تاریخ و این فرهنگ و این فرهنگ، دوباره میگم، در این تاریخ و این فرهنگ تأثیر این دو سرباز در این تاریخ و این فرهنگ بی‌نظیر بود. تأثیر فردوسی با تمام دانش و خرد بالا و دلاوری کم نظیر به اندازه 1000 100,000 این دو سرباز نبود. هوشنگ، از چه سخن میگی؟ مگر معلم هوشنگ فردوسی نیست؟ چرا؟ هست. مگر معلم جهان فردوسی نیست؟ چرا؟ هست. آیا این بی احترامی هست به فردوسی؟ نه، هرگز. یا زمانی که من از فولادوند سخن میگم با اون زبان به اصطلاح نیشدار و قاطع از اشتباهات فولادوند سخن میگم، آیا این بی احترامی به فولادوند هست؟ نه، هرگز. آیا از احترام من به فولادوند کسر میکنه؟ نه، هرگز. هموطنان گرامی، سخن رو باید جایگاهش رو متوجه بشید و بتونید مطلب رو ارزیابی کنید. در سخن، در دانش، در ادبیات، در روشنگری فرهنگی، در تاریخ ایران نزدیک به فردوسی هیچ کس نتونست بشه، هیچ کس. و زمانی که میخواد قلمش رو روی کاغذ بذاره، نگران فردوسی، نگران هست، میگه سخن هرچه گویم همه گفتن، برای باب دانش همه رفتن، اگر بر درختی برومند جای، نیابم که از بر شدن نیست رای. هران کو شود زیر نخل بلند، همان سایه زو باز دارد گزند. توانم مگر پایه ساختن برای شاخ این سرو سایه فکن. سخن از فرهنگ ملت ایران و تاریخ ایران هست. با نگرانی و با احتیاط قلمش رو روی کاغذ میذاره، میگه آقا من نویسنده نیستم. فردوسی میگه آقا من سخنور نیستم. شاید که این در واقع ندیشه من که میگم نمیخوام شاعر باشم، نمیخوام نویسنده باشم، نمیخوام فیلسوف باشم، براستی شاید از فردوسی هست. و محتاط میگه، میگه هر که اومد سخنی گفت و رفت، میگه اگر در سخن به جایگاهی بلند دست پیدا نکنم، فردا یکی بیاد زیر منو میروبه. و میگه تازه شاید
که بتوانم، میگه توانم مگر پایه‌ای ساختن. ترکیب زیبای جمله، جمله پارسی رو هموطنان گرامی کمتر کسی متوجه میشه. میگه شاید که بتوانم پایه‌ای بر این سرو سایه فکن بذارم. شاید میدونست که نمیتونه پایه‌ای بذاره، میدونست و هیچ پایه‌ای هم نذاشت، به راستی نذاشت. اگر پایه گذاشته بود هموطنان گرامی، بر طبق سخن فردوسی و پیشبینی که فردوسی گرامی میکنه که میگه نشیب دراز است پیش فراز، در بخش نامه رستم فرخزاد میگه 100 سال دیگه شاید طول بکشه. فکر میکرد که این پایه‌ای که احتمالاً بتونه بذاره 100 سال طول بکشه که ملت ایران رو بتونه تکون بده و از ذلت تاریخیش رها کنه. نشد. 1100 سال از مرگ این دلاور تاریخ ایران میگذره. بهتره که من نام فردوسی رو دلاور تاریخ معرفی کنم، زیرا که مثل فردوسی هیچ کس نیومد که بیسته در مقابل محمود غزنوی پسر سبکتکین، ترک ماورای سیهون و جیهون و براستی دشمن ملت ایران، دشمن ملت ایران، دشمن فرهنگ ایران، دشمن تاریخی ملت ایران، فردوسی جلوی سلطان محمود غزنوی ایستاد و از مشکلات ترک ها سخن گفت. کمتر دلاوری پیدا میشه. جرأت دارید کسانی که ادعای نویسندگی و دانشمندی میکنید برید توی ایران، یعنی احمدی نژاد کلوف گردنتر از سلطان محمود غزنویه؟ یعنی احمدی نژاد دلاورتر و گردن کلوفتر و به قول معروف شمشیرش برنده تر از سلطان محمود غزنویه نیست؟ شما همه تاریکی میرسید براستی. فردوسی که رو در روی محمود غزنوی، ترک ماورای سیهون و جیهون، پسر سبکتکین ایستاد، غلام ترک، هیچ کاری نتونست برای این ملت بکنه و هیچ تغییری در این روند نتونست بده. با تمام خردش، با دانشش، دانش فردوسی رو اگر کسی بیاد و مدعی بشه که دانشمندی امروز هست که به اندازه فردوسی آگاه به تمامی مقوله های موجود هست، براستی جز مسخره کردن خودش چیز دیگری نگفته. هیچ کاری برای ملت ایران فردوسی نتونست بکنه. بعد از 1100 سال هنوز کسانی که مدعی روشن فکری هستن و به زبان پارسی هم به اصطلاح سخن میگن و قلمی هم روان دارن در واقع،
هنوز با بیخردی یا کمخردی عجیب غریب رو به رو هستن. به راستی و مرزها رو تمامی مرزهای سخن، اندیشه، فرهنگ، ادبیات رو مخدوش می کنن، زیرا که به راستی چیزی رو نمی شناسن. همینطوری تیری در تاریکی هر کس می داد. اگر به خاطر داشته باشید هموطنان گرامی، من تقریبا 4 ماه پیش گفتم من براستی با خارج از میهن کاری ندارم، زیرا که همیشه گفتم خرد ملی رو نمایندگی میکنم، آگاه به این فرهنگ و این ادبیات و این تاریخ و این مصیبت هستم. هیچ کسم به اندازه من نه دلش رو داره و نه آگاهیش رو که بتونه در این رابطه ادعایی داشته باشه. مشکل من از اینجا شروع میشه که همسر من توی این فیسبوک برای خودش یک سایتی داره و درگیر سلطنت طلب ها شده. بدجوری بارها و بارها من نظر خودم رو به ایشون گفتم، چون من که ویراستار فرهنگ این سرزمین هستم که نمیتونم به همسرم بگم شما خانم نرید تو فیسبوک. نه، من که مدعی فرهنگی والاتر و وسیع‌تر از دموکراسی و آزادی هستم، هموطنان گرامی، در این رابطه همسر من هر کاری که میل داره میکنه و گاهی میاد و میگه هوشنگ من براستی سر خوردم از این مردم. امروز صبح ما نشسته بودیم و ایشون دیروز بود از فیسبوک از شخصی به نام آریو برزن کیانی آریو برزن تو رو خدا هموطنان گرامی نگاه کنید چه اسمایی. آریو برزن کیانی که این آقا نشسته و از آقای شجاع‌الدین شفا به عنوان مقایسه کرده با فردوسی شجاع‌الدین شفا رو و همسر من بسیار در واقع تحت تأثیر این مقایسه قرار گرفت و مطلبی رو برای ایشون می نویسه که آقا نکنید. ما مدعی دانش شجاع‌الدین شفا که نیستیم، ولی اگر کسی راستی قدری خرد داشته باشه و آگاه به این فرهنگ باشه، خب همینطوری که نمیتونی که تیر بندازی مگر که دشمن این ملت و این فرهنگ باشی و بیای دهانت رو باز کنی یا قلمت رو بذاری رو کاغذ، هر دریوری که میخوای بنویسی. روی سخنم با همین آقای آریو برزن کیانی هست. من قبل از هر چیز روشن کنم، کلیه کسانی که روی فیسبوک هستید در پلتاک شرکت دارید و وقت ملت ایران رو تلف میکنید، مقاله می نویسید، سخن میگید و زیر نامهای جعلی قایم شدید، مانند آریو برزن مثلا، کوروش، داریوش، همسر من جو نشسته میگه رامبد پارسی، حالا هرچه به عنوان یک شخصیت حقیقی براستی شما فاقد هر گونه اعتباری هستید. سخن شما براستی بی ارزش است، زیرا که
آنچه که با ارزش هست هموطنان گرامی شخصیت حقیقی و حقوقی یک انسانه که در مقابل مردم می نشینه. فرض کنید مثلا آقای سربی در تلویزیون مردم میگه تلویزیون مردم برای مردم با مردم، این شعار جناب سربیه، بیاد یه دونه علک بگیره جلوش، یه نقاب هم چه میگن یه علک بگیره جلوش، یه چیزی هم جلو دهانش بذاره، یه عینک نمیدونم دودی هم بزنه، موهای بلندی رو هم مثلا بذاره و یه سیبیل بناگوش در رفتن بر خودش درست کنه بذاره و بنشینه اونجا، همه به قول مردم اینا رو بچسبونه، بنشینه و بگه برای مردم، برای مردم، با مردم. خب هموطنان گرامی شما به من بگید که چه وضعیتی پیدا میشه؟ اولین نفری که گوشی رو هم داره میگه آقا ما رو فیلم کردی، ما رو گذاشتی سر کار، برادر شما کی هستی؟ از چه سخن میگید؟ تا شما یک شخصیت حقیقی نداشته باشی، نام مشخصی، جایگاه مشخصی، و از موضع مشخصی دفاع نکنی، هموطنان گرامی چه کسی به شما ارزش میذاره؟ فیسبوک پر شده از شخصیت‌های جعلی و قلابی. یه نفر اسمش کوروش بود، ما یه شب یقش رو گرفتیم گفتیم آقا شما اسم کوروش به به عجب نامی داری. آخرش به جای رسید که به ما شروع کرد فحش دادن. یکی اسمش داریوش، آقای دار به به داریوش، باهاش که صحبت میکنی میگه نه آقا همون افتخار کافیه، همون عکس داریوش کافیه، همون نام کوروش کافیه. میگیم آقا خب کوروش چه کرد؟ چه سخنی داشت؟ چه گفت؟ گفت آقا کوروش گفت. ما ملتی مثلا سربلندی، خب سربلندی چه کاری کردیم برای این سربلندی و چگونه به این سربلندی رسیدیم؟ اینو جز پوشنگ کسی نگفت و پاش هم ایستاد. به عنوان یه سرباز ما تلویزیون انجمن پادشاهی ایران رو که گذاشتیم گوشه تصویر مردم تیوی، کلیک که میکنی چندین مطلب ظاهر میشه. تلفن من هست، ما اون تلفن قبلیمون رو از دست دادیم و شماره تلفن من هست، هوشنگ راهو بزنید توی اینترنت چشت سیاه میشه، انقدر اطلاعات درباره من هست. و موزه مشخصی هم دارم هموطنان گرامی و ادعای سخن هم ندارم و گفتم که میخوام سرباز این سرزمین باشم و هستم. پس مطلب رو یک بار کوچک کوتاه جنبندی میکنم. تمامی کسانی که پشت نامهای جعلی در هر رسانه، فیسبوک، پلتاک، تویتر، هر جای دیگری قایم شدید، یا براستی بیخرد و نادان هستید، یا از دشمنان این سرزمین هستید و سعی میکنید که مردم رو به بیراهه ببرید، یا میخواهید که فرهنگ این سرزمین رو آلوده کنید، ادبیات این سرزمین رو میخواهید آلوده کنید، مرزهای خرد و اندیشه ملت ایران رو میخواهید مخدوش کنید، یا مأمور رو
جاسوس بیگانه هستید. میدان وسیع، طیف وسیع، شماهایی که با نامهای جعلی در رسانه ها حضور دارید شماها رو میپوشونه. هر یک در واقع شامل در واقع مطلبی میشه. اگر میخواهید سخن بگید، جرأت این رو که تصویرتون رو بذارید ندارید، لااقل نام مشخص رو بنویسید آقا. یا میخواهید یه پا تو ایران داشته باشید، یه زمین توی ونک داشته باشید، یه مغازه توی بازار داشته باشید، بیایید اینجا هم به قول معروف در خارج از میهن هم بشینید و مردم رو سرگرم کنید که این وضعیت ادامه پیدا کنه، حضور احمدی نژاد در ایران باشه که این آب باریکه شما قطع نشه، برید از اونجا بیارید اینجا لذت ببرید. یا اینه، یا همونطور که گفتم هر کس در واقع به شیوه ای نام جعلی و بازی. من به همسرم گفتم خان من برای اینا ارزشی راستی قائل نیستم. و خب ایشون آزرده شده بود از این مطلبی که در مورد مقایسه شجاع‌الدین شفا و فردوسی نوشته بود، مطلبی رو که برای همین آقای آریو برزن کیانی نوشتن، ایشون از یک شرم در واقع شرمی برخوردار هستن، پاسخی نداده بودن. و شخص دیگری به نام رامبد پارسی که من با ایشون سخن تلفنی قبلا داشتم، در همین حد رامبد پارسی، مطلبی رو می نویسن در پاسخ به همسر من که من می خواهم این مطلب رو با این که هموطنان گرامی به راستی ارزشی من برای این کسان ندار قائل نیستم، ولی به خاطر باز کردن یک روند، یک در واقع جریان انحرافی که در این مبارزه خارج از میهن موجود هست و تأثیر مستقیم بر مبارزه این ملت میذاره، هموطنان گرامی، میخوام این رو به عنوان یک روند بررسی کنم، یک جریان انحرافی، نه به عنوان یک شخص. میگه بگذارید که نوشتم را بانو سیما، بگذارید که نوشتم را با یادداشتی از استاد دکتر شجاع‌الدین شفا در سرآغاز کتاب تولد دیگر ایشان آغاز کنم. هزاره‌ای که به پایان رسید، هزاره ورشکستگی تاریخ ایران هست. کدام هزار؟ اگر از فردوسی سخن میگید، از هزاره گذشته، 100 سال پیش شما خواب بودید آقای رامبد پارسی، اون هزارهی که شما ازش نوشتید، هزارهی که به پایان رسید، 100 سال پیش به پایان رسید. اگر حواستون جمع نیست، من حواستون رو جمع میکنم. مواظب باشید که سرشاخ با هوشنگ نشید. من نصیحت مجانی به شماها میکنم، براستی سرشاخ نشید، برید دنبال همون رضا پهلویتون و برید دنبال بازی سلطنتتون. این چیزا رو هم که می نویسین در پستوی خانه به قول اون آقای چی بود؟ قایم کنید. شاملو بود؟ چی بود؟ نهارلو بود؟ هر چه. هزاره ورشکستگی تاریخ ایران. براستی جالب خواه. میگه ز دانش چو جان تو را مایه نیست، به هز خاموشی هیچ پیرایه نیست. جناب آقای رامبد پارسی که ما نمیدونیم رامبد پارسی چه، یا در بساط نکته دانان خود فروشی، یعنی فخر فروشی و فضل فروشی، راستی که شرط نیست.
یا سخن دانسته گو ای مرد عاقل، یا خاموش بنشینید و بیاموزید. هزاره ورشکستگی تاریخ ایران، تاریخ ایران ورشکسته شده. نه آقا، شما ورشکسته اید. تاریخ یک شخصیت حقیقی حقوقی نیست که ورشکست بشه یا پول دار بشه یا ورشکستهی به تحصیل باشه. آقای رامبود چه می نویسید؟ همینطوری واژه ها رو که نمیشه پشت سر هم گذاشت که بعد یه نفرم که میخونه اگر از دانشی برخوردار نباشه میگه به به، هزارهی که گذشت، هزارهی که به پایان رسید، هزارهی ورشکستگی تاریخ ایران است، هزارهی از که با شاهنامه فردوسی آغاز می شود و با توضیح المسائل خمینی پایان یافت. به راستی شرم بر شما جناب آقای رامبد پارسی، به راستی شرم بر شما. که تاریخ ایران رو اولا ورشکسته اعلام میکنید، دوما صد سالش گم میکنید، سوما فردوسی رو سرآغاز ورشکستگی میذارید، چهارما ته داستانتون رو با توضیح المسائل خمینی میبندید. به راستی این سخنانی که شما اینجا نوشتید جناب آقای رامبد پارسی ارتباط آقای شقایقی هست با آقای گودرزی، اگه متوجه نبودید یه موقعی زنگ بزنید تا من به شما پاسخ بدم، باز کنم برای شما. چه ربطی به فردوسی، ربطی فردوسی به ورشکستگی تاریخ داره، چه ربطی به رساله ننگین خمینی داره؟ شما بارها و بارها و بارها، من این تاریخ رو باز کردم، فولادمند گرامی همچنین، همینطوری می نشینید و بنویسیم دیگه، ورشکسته شده، نمیدونم خمینی فلان کرده، رساله نوشته، عرض شود که فردوسی گرامی شاهنامه نوشته و شکسته شد. و ممکنه این داستان شما فکر کنم یه 10-15 ساعتی طول بکشه، ولی سعی میکنیم که سردش رو هم بیاریم. همچنین قرنی که در آن هستیم نیز قرن ورشکستگی تاریخی برای ایران و کسانی برای ایران و ایرانی بوده، قربانی چی؟ قرنی، قرنی که با انقلاب مشروطیت آغاز شد و با انقلاب جاروکشانی که با شعار یا مرگ یا خمینی به پیشواز هزاره سوم رفتن به سر آمد. شما این گفته نقص‌تر در کجا می توانید بیابید؟ شما از این گفته نقص‌تر، از این گفته نقص‌تر در کجا می توانید بیابید؟ و این مصداق همین سرود استاد توس هست. به به، استاد توس یعنی فردوسی، ایشون از فردوسی کد میارن، چو با ته منبر برابر شود، همه نام بوبکر و عمر شود، از ایران و از ترک و از تازیان نژادی پدید آید، اندر میان نه دهقان نه ترک و نه تازی بود، سخنها به کردار بازی. ما نمیفهمیم که این راستی این چه ربطی به این حرفا داره، راستی چه حرفی. از این گفته نفستر من میتونم فقط در کتاب آقای دکتر شجاع‌الدین شفا پیدا کنم، که قرنی که گذشت ورشکستگی تاریخ ملت ایران بود و با انقلاب مشروطه آغاز شد،
راستی شما ها نمیخواید بدونید، نه دیگه به قول معروف امکان این که برای شما راستی بدانشید دست پیدا کنید هست، گذشته. برای این که به قول فردوسی چو بر دانش پیش مهراوری، خرد راز تو بفصلد داوری. شما عاشق این دانش خودتون هستید و براستی از خرد گام به گام دور میشید. مگر انقلاب مشروطه انقلاب ملت ایران بود؟ شاید انقلاب شما بوده ایران بود، نه انقلاب ملت ایران. کدوم ملت ایران؟ ملتی موجود نبوده در پی 1400 سال گذشته. کجا ملت ایران برای حقوق خودش در میدان مبارزه شرکت کرد که در مشروطه شرکت کرده باشه آقای رام بود؟ مگر مشروطه دیگی نبود که هر شبت که دولت فخیمه انگلستان و قجرهای ماورای سیهون و جیهون و عربای تازی در این سرزمین بار گذاشتن؟ چی میگی آقا؟ چی میگی آقای دکتر شجاع‌الدین شباز؟ چی گفتی بابا؟ کدام ورشکستگی جناب دکتر؟ کدام مشروطه؟ مشروطه‌ای که مصدق دغدغش در اون مدرسه سیاسی درس میخونه و سید جمال الدین اسف‌آبادی و نمیدونم مشتی آخوند و بابا دست بردارید از این به قول معروف. به راستی از این چه بگم؟ من چه نامی برای این بذارم که ما مشروطه رو به عنوان ورشکستگی و ورشکستگی تاریخ ملت ایران به حساب بیاریم، بعدم قلممون رو بذاریم رو کاغذ، بعدم یه آقای دیگه هم بیاد کد بیاره بذاریم روی فیسبوک، بعد جواب بانو سیما رو هم دادیم زدیم سر سیما رو هم به دیوار. فکر کردید؟ فکر کردید آقای رام بود؟ که بازی‌های سیاسی کشورهای غارتگر رو در ایران به عنوان تاریخ این سرزمین به حساب بیاری؟ جاروکشان یا مرگ یا خمینی، براستی جناب آقای رام بود به شرف سوگند که ما اگر خردمون به اندازه همون جاروکشا بودا که شما ملت ایران رو جاروکش میخونید، وضعمون بهتر از این بود. لااقل اون جاروکش اومد تو خیابون. شما چی میگی آقای ایران بود؟ براستی خردت به اندازه اون جاروکش نیست. خرد جان پاک است چون بلگری تو بیچش. چه میگن؟ خرد چشم جان است چون بنگری تو بیچش شادان جهان نسفری. اگر از به قول معروف استاد توس میخوای سخن به میون بیاری دنبال من بیا ایران بود. بنشینیم همینطوری تیر در تاریکی بندازیم، به به پشت سر هم لغت بیاریم، مثل اون چه بود آقای حاج آقا سعدی؟ منت خدای را عز وجل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت، هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برایت مفرح زاد، پس در هر نفس دو نعمت موجود و بر هر نعمت شکری واجب. به به چه انسانی براستی. یعنی ما صبح تا شب باید بشینیم این مرغ دیدی آب میخوره ایران بود؟ شکر 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 یه چه شکر شکر دست بردارید بابا. استاد شجاع‌الدین شفا تحصیلات خود را تا دبیرستان در قم به انجام رسوند. خیلی
برای تحصیلات دانشگاهی به تهران رفت و پس از فارغ التحصیل شدن در رشته ادبیات فارسی تحصیلاتش رو در بیروت و فرانسه ادامه داد. شفاف فعالیت سیاسی را در جوانی آغاز کرد و از بنیانگذاران حزبی شد به نام میهن پرستان با روزنامه‌ای به همین نام که سرمقاله هایش از شجاع‌الدین شفا بود. پس از تعطیلی حزب میهن در عرصه فرهنگ نامی پرآوازه از دکتر شجاع‌الدین شفا به عنوان مترجم آثار بزرگ کلاسیک ادبیات عرب یا غرب به یادگار مانده است. تا سال 1357 حدود 60 عنوان ترجمه و تألیف از شجاع‌الدین شفا به چاپ رسید که نام‌آورترین آنها کمدی الهی اثر دانته، شاعر صده های 13 و 14 ایتالیا است که در سال 1335 یا 56 برای نخستین بار در ایران به چاپ رسید. خب اوکی، شجاع‌الدین شفا با قلم فاخرش نویسنده سخنرانی های مهم شاه فقید شد و خالق جمله تاریخی شد که کوروش، او مای گاد، کوروش آسوده بخواب که ما بیداریم. جمله از متن سخنرانی که برای شاه نوشت تا پاسارگاد بر سر آرامگاه بنیانگذار نخستین و بزرگترین شاهنشاهی تاریخ ایراد کند. ایده برگزاری جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی و تغییر تقویم هجری از خورشیدی به شاهنشاهی نیز از افتخارات دکتر شجاع‌الدین شفا است. بسیار جالب هموطنان گرامی که نقطه قوت این سخنان شما آقای رامبد پارسی و این مقاله شما کوروش آسوده بخواب زیرا ما بیداریم، که به راستی در پایین ترین جایگاه خرد که پادشاه ایران قرار گرفت گفتن همین جمله بود. یعنی براستی زمانی که پادشاه ایران این سخن رو گفت این سخن فقط میتونه از دهان و از قلم یک نویسنده ایمانند دکتر شجاع‌الدین شفا فراموش کنه، نه از دهان یک سرباز. براستی چه شد؟ چرا شاه ایران باید این سخن رو میگفت؟ از زمانی که پادشاه ما رو وادار کرد آقای شجاع‌الدین شفا بگه کوروش آسوده بخواب زیرا ما بیداریم، 7 سال نکشید بیشتر. این آقای بیدار رو سوار هواپیما کردن، روانه کشورهای خارجی کردن، در به درش کردن، دقش دادن و به قول معروف نقطه پایانی بر تبلور تاریخ ایران گذاشتن. آقای رب بود، پاک کنید اینا رو. پس بگیرید این نامتون رو، از فیسبوک کاری نداره، یه نقطه هست اون بالا نوشته، اگر دست راست برید بالا روش میگه ریموف، بیارید بیرون که خراب کردی به قول سمر. اون آقای چی بود اسمش؟ پرویز صیاد. خراب کردیم آقا، خراب کردی برادر من، بردارید اینا رو. چه میگی آقا کوروش آسوده بخواهی بخواب زیرا که ما بیداری؟ کدوم بیداری؟ کی بیداره؟ کی بیدار بودیم؟ چه تأثیری آقای شجاع‌الدین شفا روی فرهنگ ایران گذاشت؟
مگه رو فرهنگ نویسنده میتونه تأثیر بذاره؟ چی میگی آقا شما؟ اصلا معنی فرهنگ رو شما میدونید؟ معنی دانش رو، معنی خرد رو، معنی ادبیات رو، معنی حقیقت رو، معنی واقعیت رو، معنی تاریخ رو، آقا شما چی میدونید از عزیز من؟ چرا مزاحم مردم هستید؟ یه نفر میشینه برای دل خودش یک مطلبی رو مینویسه و روی روزنامه‌ای، روی نمیدونم کتابی برای کارش، آقا یه نفر ترجمه میکنه آثارش رو میفروشه، یه نفر کتاب مینویسه کتابش رو میفروشه، یه نفر هم مثل هوشنگ میشینه اینجا با دربدری هرچی داره میذاره روی مبارزه و آخرش هم به قول معروف باید با یه همچین مسائلی روبرو بشه. صد بار مگر ما شجاع‌الدین شفا رو برای مبارزه فراخونی نکردیم؟ اگر ایشون به عنوان یک به قول معروف دانشمند میخواست وارد میدون مبارزه بشه، لااقل آدمایی مثل شما رو که میتونست یه تکونی بده که باقا به جای اینکه بیاید به گوشه ای فیسبوک اکتفا کنید یا پلتاک یا هر جای دیگری، لااقل انجمن پادشاهی ایران که میخواد از این فرهنگ، مگه شما نمیگید که شجاع‌الدین شفا تاریخ نمیدونم شمسی رو، هجری رو به شمسی تبدیل کرد و شاهنشاهی تبدیل کرد و عرض شود که گذاشت میخوام تقویم شمسی رو به شاهنشاهی تبدیل کرد؟ خب سخنان شاه رو میره، خب که چی؟ چه کرد شاه با این سخنان آقای شجاع‌الدین شفا؟ همینقدر برداشته جناب دکتر شجاع‌الدین شفا از این جامعه درست بود که جشن‌های 2500 ساله چه آورد، چه رهاوردی جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی برای ملت ایران داشت؟ رهاوردش چی بود؟ تأثیرش چی بود؟ 7 سال بیشتر از جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی ایران نگذشت و پادشاه ایران رو با سر کوبید از زمین. چه میگی آقا؟ کوروش آسوده بخواد زیرا ما بیداریم. سخن کوروش رو از دهان هوشنگ بشنوید. کسانی که برنامه‌های من رو دنبال میکنید، قبل از هر سخنم سخن کوروش هست. ای کسانی که امروز در بستر راحت آرمیده ای، آیا می دانی که راحتی امروز شما سبب بردگی و بندگی فردای شما آهد شد؟ جناب آقای رامبود، آقای آریو برزن و دیگران و ملت ایران و نویسندگان و دانشمندان و شاعرانی که در خارج از میهن نشستید و میخواهید بیدار کنید مردم رو، چگونه از اجداد خود که از جهانی دیگر نگران شما هستند شرم نمی کنید که طوق بندگی و بردگی جنایتکاری مانند آستیاج را برگردن دارید؟ ای سران قبائل پارس، این سخن کوروش رو از دهان من بشنوید. جگر این رو که به سخن کوروش گوش بدید آقای رامبد پارسی دارید، یا به سخن آقای دکتر شجاع‌الدین شفا که گفت کوروش بخواب؟ من اگر اونجا ایستاده بودم تبلی رو سر گور کوروش به صدا در می آوردم و می گفتم کوروش کوروش برخیز برخیز، برخیز که ما به راستی نیازمند تو هستیم، نیاز به دلاوری تو و نیاز به خرد تو و نیاز به
میهن دوستی تو، دلاوری تو، هر چه که میخواهی دم بذاری، تو روش بخوا. چه کردند آقای شجاع الدین شفا پس از اینکه از ایران اومدن بیرون؟ آقای ایران بود پس از این که پادشاه ایران کله شد، پس از این که دلاورانی مانند رحیمی تیربارون شدند، آقای آریو برزن، اسمت آریو برزنه، آریو برزن ما رحیمی بود، آریو برزن ما خسروداد بود، شما آریو برزنید. هموطنان گرامی توجه کنید به سخنان من. من به راستی با این شخصیت ها کاری ندارم، چون اینا شخصیتی حقیقی حقوقی نیستن، پس اینا رو نمیشناسه، ولی به عنوان یک روند من این رو بررسی میکنم که هموطنان من متوجه باشید. بنشینیم و بنویسیم آقا آسوده به خواب، آقا نمیدونم. حالا این مقاله چه میگن؟ یه نفری رفته به قاضی، خیلی هم خوشحال برگشته این آقای رامبد پارسی. کمدی الهی ترجمه کرده. خب ترجمه نمیکرد. چه تأثیری داشت کمدی الهی که پشتش جمهوری اسلامی هست؟ آقای رامبد چه میگی؟ کمدی الهی به درد شما میخوره که بشینی این مقاله رو بنویسی. من نمیگم که یه نفر نباید ترجمه کنه، نباید دانشمند باشه، نباید بنویسه، نه آقای عزیز، ولی قدری هم جگر باید یه انسان داشته باشه. صد بار فولادمند گرامی، ده ها بار من گفتم که کسی توجه کرد؟ انقلاب شجاع الدین شفا را به کوچه اجباری فرستاد. طرح کتابخانه ملی پهلوی که برای همیشه ناکام اون که کتابخانه نمیدونم 14000 جلد کتاب را میخواست توش بذاره. خواستم. ای بابا، پس از خروج از ایران تلاش و کنکاش او در فرهنگ و تاریخ ایران نه تنها متوقف نشد، بلکه شتابی سرسام‌آور گرفت و توضیح المسائل بیزه، بمب اتمی، 14 سده سرشکستگی، جنایات، مکافات، تولدی دیگر و ده ها کتاب ارزشمند از ایشان فلان. خب چه تأثیری آقای ایران با همه اینا؟ چه تأثیری در روند تغییر این سرزمین؟ چه تأثیری از در روند کشتار ملت ایران؟ پس از این سخنان است که تازه جنبش سبز در ایران پدیدار میشه و هر باب شما آقای رضا پهلوی و این و اون مردم رو به کوچه و بازار میکشن، مردم رو به دربدری و مقابله با دست خالی با جمهوری اسلامی. چه میگید آقا؟ از چه سخن میگید؟ در بساط نکته دانان خود فروشی شرط نیست، یا سخن دانسته گو ای مرد عاقل، یا خاموش. هزاران هزار نویسنده براستی، هزاران هزار نویسنده تأثیر برابر یک سرباز رو هرگز ندارن. سربازی که من ازش سخن میگم، سربازی مانند رضا شاه بزرگ، سربازی مانند کوروش، سربازی مانند داریوش، سربازی مانند بابک خرم‌دین. چه میگید آقا؟ بنشینیم مطلب بنویسیم، بفروشیم، نانی بخوریم، نامی برای خودمون دست پا کنیم. خب چه شد؟ تأثیر آقای شجاع الدین شفا اون موقعی که بودن در حیات بودن، اگر ایشون میومدن و یک به قول معروف تلفنی میزدن آقای هوشنگ شما چی میگید؟ میگم آقا من شاهنشاهی ایران رو میخوام ازش دفاع کنم و
قانون اساسی و این شاهنشاهی از دل این شاهنشاهی در آوردیم که ملت ایران رو از در به دری رها خواهد کرد و میخواهیم که دوباره شاهنشاهی ایران رو برقرار کنیم. یعنی جناب دکتر شجاع‌الدین شفا با خبر فولادوند نبودن؟ ایشون که محقق بودن آقای رامبد پارسی، مقصر کی هست، فولادوند یا دکتر شجاع‌الدین شفا؟ با خبر انجمن پادشاهی ایران نبودن؟ ایشون محقق و نویسنده و کنکاش در تاریخ و ادبیات و فرهنگ ایران کردن آقای رامبد پارسی، از بردارید برادر من. چهارده صده ورشکستگی ایرانیان بر آقا، این همه یه این مقاله از این قبیله و میاد بعدن به اینجا میرسه. بسیار جالب هست که من بقیه این رو مثل این که چه دنباله دارد بود از شما در نکنه، همینقدر بس با همینم من جای شما بودم به راستی پس میگرفتم میرفتم دنبال کارم. آقا ایشون یک کاش این دنباله اینو ما پیدا میکردیم، این دنباله رو نهیدیم. آقای رامبد یه جایی نوشته بودی که ایشون نشان افتخار از دانشگاه فلان، دیپلم افتخاری از فلان جا، دکترای افتخاری از اینجا. خب که چی؟ بالاترین افتخاری که ما داریم احمدی نژاد آقای رامبد پارسی. بذارید این مطلب رو برای شما روشن کنم و اون اینه که اگه شما میتونید اون مطلب ادامه این رو که نمیدونم چه بود نشان افتخار از اینجا و اونجا جناب دکتر شجاع‌الدین شفا گرفتن اونو بدید من بخونم، لااقل یه قدردانی ما در ارتباط مش نشان افتخار برای دکتر شجاع‌الدین شفا کرده باشیم. من قصد بی احترامی به شجاع‌الدین شفا ندارم، ولی واقعیت هم این هست که هیچ تأثیری در هیچ روندی ایشون نذاشتن، فردوسی نذاشت. فردوسی که برای اینکه سخنش رو آغاز بکنه دست به جنگی عجیب غریب زد. براستی فردوسی وارد میدان شد، میدانی که روبروی دشمن ایستاد با قلم. سپاس. با قلمش روبروی دشمن ایستاد، دشمن رو مخاطب قرار داد، یک ملت ساخت، یک فرهنگ رو مثل یه فیلم سینمایی، یک تاریخ رو با آموزش نشان داد، افتخار رو آموزش داد، سربلندی رو آموزش داد، مبارزه رو آموزش داد، شکست رو آموزش داد با تاریخ، غیرت رو آموزش داد، سربازی رو آموزش داد، وطن پرستی رو آموزش داد. چه میگی آقای رامبد پارسی؟ با تمام این بنیانهایی که فردوسی گرامی گذاشت، زمانی که اعراب این سرزمین رو به خاک و خون میکشیدند و پوست از کله ملت ایران کندن، ایستاد گفت چوباتر منبر برابر شود، همه نام بو بکر و عمر شود، تبه کردد این رنج های دراز، نشیبی دراز از پیش فراز. آیران بود با تمام این زحماتی که فردوسی کشید هیچ تأثیری نذاشت. هنوز کسانی مانند شما قلم در دست دار و
مطالبی این چنین می نویسن بدون پایه، بدون در واقع هیچ دلیلی که بشه براستی از این مطالب دفاع کرد. چه میگی بابا جان؟ یکی از من قبل از اینکه برنامه شروع بشه با یکی از یاران انجمن پادشاهی ایران صحبتی داشتم از آقای فردی و گفتم که این مطلب فردین براستی درد و دردی عجیب غریب روی دل من گذاشت. فردین خب یه هنر پیشه بود که چندان از هنر بهره مند نبود، ولی به خاطر اون تیپی که ارائه می کرد خب مردم ایران دوستش داشته. و فردین ادامه در واقع سنگام هندوستان، ادامه راجکاپور هندوستان، فردین ایران هست. و شرایط دگرگونه بود دیگه. حالا هرچه من تصور این که این سخن از دهان فردین در بیاد براستی نداشتم. این سخن فردین روی یوتیوب هست که میگه ما جمع میشیم دور هم، ما هنرمندان به هم جایزه میدیم و از هم قدردانی میکنیم، ولی که چی؟ ما داریم دق میکنیم. از سخن فردین اگه میخواید برید روی یوتیوب بنویسید فردین، یک کلیپ بسیار کوتاه هست و در حاکمیت جمهوری اسلامی این یه هنرپیشه‌ای که براستی تأثیری هم در فرهنگ و ادبیات این تاریخ نمیخواست بذاره، میخواست زندگیش رو بکنه تا اقل چند نفرم بخندونه و خوشحال بکنه، میسته و میگه آقا ما خودمون رو فیلم کردیم و دور هم جمع میشیم به هم جایزه میدیم. حالا من براستی احترام دارم برای دکتر شجاع‌الدین شفا، ولی این جایزه ها و این دیپلمای افتخار و فلان و این نمیدونم دکترای افتخار از این دانشگاه و این نشان و اون نشان، جناب آقای رامبود چه کاری تونست برای فرزندان من در ایران بکنه که بالای چوبه دار در ملأ عام نرقصن؟ دختران من در کشورهای عربی به فروش نرن. آقای رامبود شخصی در منزل من حاضر بود مطلبی رو گفت، براستی همه ی شب رو گریه کردم. همسر من اینجا نشسته به شرف سوگند، همسر من یه جا گریه میکرد، من یه جا من با مشت در و دیوار رو خورد کردم که دم زندان اوین یک زن به قول معروف خانم رئیسی به ایستاده بود و منتظر بود که دخترایی که توی زندان اوین هستن، دخترای ایشون یعنی در واقع کارمنداییشون رو از زندان بیاره بیرون و تعریف میکنه برای کسی دیگری و این آقا میشنوه که میگه آره ما دخترها رو که میبریم دبی، عربا پول میدن ولی اینا میان به زور از ما میگیرن، مجانی میارن اینجا برای عش و عشرت خودشون. ببینید هموطنان گرامی چه کرد آقای دکتر شجاع‌الدین شفا برای چنین کسانی، چه توانست بکنه؟ فردوسی که یک ملت بنیان گذاشت، یک روند رو، مبارزه رو، هویت رو، فلسفه رو، دانش رو، ادبیات، یعنی هیچ چیز نبود که فردوسی نکرد، هیچ تأثیری نتونست بذاره. شما چه میگید آقا؟ به همین سخن فردین گوش بدید، زیاد به این نشانها و نمیدونم دکترای افتخاری این دانشگاه و اون دانشگاه، یعنی تمام این دانشگاهی که شما میگید همه اون دولتهایی رو تایید میکنن که همراه جمهوری اسلامی کشور ایران رو غارت میکنن. چه میگید آقا؟ غیر از اینه، غیر از اینه هموطنان گرامی من، این نشانهای افتخاری که شما میگی هزارانش سر این
واکسین این جنرال های ایرانی بود، تا تقی به توقی خورد همه دو ما روی کول دفرا نشان افتخار که چی؟ چهار تا سرباز دلاورم مثل مثلا رحیمی موندن بیبارون شدن. که خود دشمن رو به تعجب انداختن. آقای رامباد پارسی، این سخن فردین و یار گرامی ما و دارنده این نشان لژیون فرانسه، دارنده این نشان هنر و ادب کشور فرانسه، کشور فرانسه، آقای رامباد خوابی پرستی گندیده ترین سیب تاریخ جهان رو کشور فرانسه به ما صادر کرد. این دانشگاه ها و این به قول معروف اکادمی ها همه زیر نظر دولت فرانسه. برج آقا دنبال کارتون جمع کن خان. خیلی ممنون. من خواستم فقط این رو توجه هموطنان گرامی رو جلب این مطلب بکنم که ارزش یک سرباز هزاران هزار برابر دانشمندترین و به قول معروف روانترین قلم هست و به خاطر این هست که انجمن پادشاهی ایران بنیان رو بر مبارزه میذاره و هستی بنیان رو بر مبارزه میذاره و هستی با مبارزه آغاز میشه. من در اروپا بودم دو ماه پیش، یه ماه پیش اروپا بودم، هموطنان گرامی در فرانسه و سوئد، در سوئیس و در ارتباط مؤسسه تحقیقاتی اتمی سوئیس سخن میگم که چند سال هست با بودجه عجیب غریب چند میلیارد دلاری سرگرم بررسی های اتمی هستن و اینا تونلی رو در شهر ژنو به طول 27 کیلومتر در زیر زمین کندن. دستگاهی به وزن 2000 تن در چاهی به عمق 100 متر وارد کردن که این دستگاه تصادم دهنده در واقع هسته که نمیشه بهش گفت پروتون ها و نوترون ها هستند که با تقریبا 1200 آهن ربا سرعت این نوترون ها و پروتون ها رو به نزدیک سرعت نور میرسونن و در این تونل با هم تصادم میدن و میخوان بیگ بنگ رو دوباره در تونلی در واقع به وجود بیارن که از ذرات و انفجار ذرات مواد جدیدی شاید حاصل بشه. و ما براستی به عنوان پیشاهنگان دانش جهان، هموطنان گرامی، هزاران سال پیش آگاه به این مطالب بودیم و فردوسی گرامی از بیگ بنگ سخن میگه و امروز پس از 1100 سال پس از فردوسی جهان در حال بیگ بنگ، در واقع ایجاد بیگ بنگی مصنوعی در دل زمین هستند. با تمام این دانش و آگاهی به این فلسفه و این خرد هیچ تأثیری در روند مبارزه این سرزمین فردوسی گرامی هم نتونستن بذارن. به خاطر این انجمن پادشاهی ایران گفتم بها رو و ارزش رو به مبارزه میده و نام ذراتی رو که من بارها از تئوری ذرات سخن گفتم الکترون ها رو تشکیل میدن
نام این ذرات رو هم بدنان گرامی ذرات خدا گذاشتن و شما ببینید که ما هزاران سال پیش گفتیم نخست آفرینش خرد را شناس، ما گفتیم که بنیاد هر چیز و بنیان هر چیز خرد است و بنیان هر چیز آفرینش و آفریدگار هست و امروز جهان دنبال آفریدگار میگرده و نام میذاره روی ذرات که ذرات خدا. با این حال هموطنان گرامی، با این همه دانش اینجا قرار داریم، احمدی نژاد ما رو نمایندگی میکنه. یک مطلب رو خواستم برای شما آقای رامبد پارسی روشن کنم و اون این که متوجه یک مطلب باشید که ظالم و ظلم و مظلوم از یک مقوله هستند. یعنی احمدی نژاد و مردم ایران و همه مردم ایران از یه جنس هستن. زیاد برات سخت این سخن، ولی این یه واقعیته که ظالم و مظلوم از یک جنس هستن، با هم یه صورت رو مشخص میکنن، یه شکل رو. زمانی که ظالم و مظلوم مقابل هم میستن در میدان جنگ، اونجا دیگه مظلوم نیست، نامش تغییر میکنه. شما آقای رامبد پارسی مظلوم رو نمایندگی میکنید و انجمن پادشاهی ایران مبارزه رو نمایندگی میکنه. انجمن پادشاهی ایران سربازی رو و جنگ با جمهوری اسلامی رو نمایندگی میکنه. ما مظلوم رو نمایندگی نمیکنیم. دزد و کسی که اموالش دزدیده میشه از یه جنسن. زیاد این مطلب همچین روشن نیست. اگر کسی اموالش به سرقت میره با سارق از یک جنسه، زیاد شما نمیتونید این قضیه رو هضم بکنید. اینجا قضیه پای خرد لنگ هست. از یک جنس هستن که یک شکل رو نمایندگی میکنن و باعث یک به قول معروف نمایش یک پدیده میشن. اگر کسی در خانه‌ای به دزدی میره و صاحب خانه با سلاح یا هر چیز دیگه جلوی این ایستاده و به جنگی منجر میشه و حتی اگر صاحب خانه کشته بشه، دیگه اینجا سرقت نمیتونی نامش رو بذاری. دیگه سرقت نیست، دیگه دزدی نیست. این زیرا در صورتی که صاحب خانه کشته بشه، دیگه مال بی صاحبی اونجا افتاده، دیگه سرقت نیست. جرم این آقایی که اومده به عنوان دوز، به عنوان دوز مسلحانه میخواد یه خونه ای رو، یه بانکی رو بزنه، جرمش این بار دیگه آدم کشی هست. به انگلیسی میگن رابریه دیگه، آرمد رابری. متفاوت هست. نیاییم از جنسیت ظالم باشیم، نیاییم از جنسیت دزد باشیم. باید توجه کنید هموطنان گرامی، مبارزه بنیان هستی هست.
مبارزه ای که ما با متجاوز رو در رو بیستیم، با احمدی نژاد و حاکمیت جمهوری اسلامی رو در رو بیستیم، 7 میلیون ایرانی در خارج از میهن کنگر خوردیم، لنگر انداختیم، تنها یه نفر باید بیاد بنشینه و از سرنگونی سخن بگه و بقیه بنشینن شنگول و همایون رو نمیدونم اون یکی از چیست؟ آقای سرکویی، اگر این آقای سرکویی اموراتش از فوش دادن به فولادوند میگذشت به جرم این که میخواست جمهوری اسلامی رو فولادوند مثلا سرنگون کنه. مثلا ما یک واژه به قول مرم قابل ارائه ما از دهان سرکویی نشنیدیم که مورد افتخار شما هست. آقای آریو برزن کیانی، دست بردارید از این بازی های به قول مرم عوام فریبانه و بیخردانه. تا زمانی که ملت ایران به عنوان مظلوم در مقابل ظالمانی مانند احمدی نژاد میستن بالای چوبه دار میرن، جنسیت این ملت، این ملت مظلوم با ظالمی مانند احمدی نژاد یکی هست، با ظالمی مانند جمهوری اسلامی یکی هست. جهان خارج هم احمدی نژاد رو به رسمیت میشناسه، نه ملت ایران رو. اگه یه نفر میخواد قرارداد نفت ببنده یا میخواد فرش از ایران بخره یا میخواد مس بخره، نمیره با اون کسی که روی چوبه دار، پای چوبه دار داره میره بالا بگه آقا این سند رو امضا کن، کاری نداره. اینقدر خرد دارن اینا که بدونن که آقا اینا همه از یه جنسن. کسی که حتی سلاح میگیره دستش شروع میکنه به تق تق تیر اندازی مثل آقای ریگی، اون هم از یه جنسه با آقای احمدی نژاد. فکر نکنید حالا اگر من میام و به عنوان یک مبارز، به عنوان یک دلاور ازش نام میبرم، این بدون معنی نیست که من بیام بگم آقا جایگاه ریگی در کهکشانه. اینطوری نیست، سخن بر سر خرد هست. به عنوان یک دلاور قابل تقدیر هست ریگی، ولی خرد هم لازمه. باید که جان خودت رو بتونی نگهداری کنی، حفظ کنی. باید مبارزه رو به گونه ای شکل بدی، مبارزه رو به گونه ای خردمندانه برنامه بذاری که با مشکلات آقای ریگی روبرو نشی. من به ایشون گفتم، من از پشت همین تریبون گفتم آقای ریگی اگر تنهایی بخواید مبارزه کنید، مبارزه مسلحانه یا هر چیز دیگری، نهایتا به تروریست، به نام تروریست خوانده خواهید شد و روی شما معامله خواهد شد و بالاخره میگیرنت و گرفتنش، زیرا که پایه خرد ریگی لنگ بود. هموطنان گرامی، از جنس احمدی نژاد بود، با دلاوری، با اینکه مقابل احمدی نژاد ایستاد زیرا که پایه خردش لنگ بود، تموم شد، تموم شد. یک پتانسیل بود ریگی و دلاورانی که تو این سرزمین هستند فقط یک پتانسیل هستند. اگر این پتانسیل در ارتباط یک رهبری درست قرار بگیره مثل انجمن پادشاهی ایران که سخن از فرهنگ و ارزش‌های ملی به میون میاره، اون وقت این پتانسیل‌ها میتونن منشأ تغییر بشن، با خرد نه بدون خرد. من از فردوسی گرامی مطلبی رو، یک سروده ای رو فکر می کنم پارسال خوانده باشم در رابطه همین مقوله که الان سخن گفتم. هر آن کس که جوید
همی برتری، هنرها بباید بدین داوری. یکی رأی و فرهنگ باید نخست، دویم آزمایش بباید درست. سیم یار باید به هنگام کار، ز نیک و ز بد برگرفتن شمار. چهارم که مانی به جا کام را، بدانی ز آغاز فرجام را. سخن فردوسی اگر میخواید کد بیارید آقای رامبد، اینجا کدهای عجیب غریب هست. صحنه های جنگ 2000 سال 1100 سال بعدش رو هم میتونه استراتژی و تاکتیکش رو فردوسی توضیح بده. به پنجم، اگر زورمندی بود به تن کوشش آری بلندی بود. و از این هر دری جوف گردد سخن، هنر خیره بی آزمایش مکن. پایگاه خرد لنگ بود، برای این میگم که اگر متوجه خرد باشیم هموطنان گرامی و بنیان رو بر مبارزه بذاریم، نیازمند برنامه های دقیق هستیم که بتونیم اول در واقع جان خودمون رو حفظ کنیم. از این پس چو یارت بود نیکساز، بروبر به هنگامت آید نیاز. چو سخن بر سر خرد هست و سخن بر سر مبارزه، سخن بر سر فرهنگ هست، سخن بر سر ادبیات و سخن بر سر تاریخ یک ملت. همینطوری نمیشه. کسی که قلمش رو میذاره روی کاغذ و مینویسه، کتابی مینویسه، نمیشه همه کتاب یه نفر رو در بس پذیرفت و چشم رو هم به روی همه چیز بست. جناب آقای رامبد و دیگر هموطنان گرامی من، انجمن پادشاهی ایران بنیاد رو بر مبارزه و سرنگونی جمهوری اسلامی میذاره. انجمن پادشاهی ایران سرگرم بررسی راه‌هایی هست که تلویزیون دایر کنه و من همه سعیم رو دارم میکنم و امیدوار هستم که ما به زودی بتونیم در ارتباط تمامی ملت ایران قرار بگیریم. من در حال اصلاح قانون اساسی انجمن پادشاهی ایران به قلم فولادوند گرامی هستم. کار بسیار مشکل هست با عدم امکاناتی که من باهاش روبرو هستم و کار روزانه آسون نیست، ولی من به شما هموطنان گرامی قول میدم که قانون اساسی انجمن پادشاهی ایران رو با مطالعه کاملا دقیق و مطابقت اون با قانون و قانونمندی کشور شاهنشاهی ایران قانون اساسی ارائه کنم که در جهان بی‌نظیر و قابل بیان و تعریف باشه. به هر حال من سپاس میگم از این که توی این دو ساعت در خدمت شما بودیم و توجه به سخنان من کردید. سخنان من میره دوباره روی همون سایت انجمن پادشاهی ایران روی مردم تیوی در قسمت بالا سمت راست، هرگاه که کلیک کنید سخنان کوروش افتخارات این سرزمین، شماره تلفن من، برنامه های من حدود 20 خورده‌ای برنامه هست که گذاشتم، کافیه. براستی کافیه. من اگر جایگاهی این چنین پیدا کنم میام و مطلبی رو میگم. من سخنم رو گفتم براستی، سخنم رو در حد کسانی که از دانش و خرد در واقع دانشی برخوردار هستند به اون اندازه من مطالب رو باز کردم
در سطح اکادمیک باز کردم و چنانچه تونستم در ارتباط ملت ایران قرار بگیرم، هوشنگ دیگری رو خواهید دید. هوشنگی که گرزی به مانند رستم در دست داره و میگه چو فردا براید بلند آفتاب، من و گرز و میدان افراسیاب برمیگردم به دنباله سخنانم. پاینده ایران.